این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای لطیف آرش آگاه رابطه با سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید به برنامه ممنون خارش یک بار دیگر اعتراض های ضد دولتی در پایتخت و همچنان جنوب عراق شدت گرفت از طرف مترزین و خاص شانه همین است که همه اعضای حکومت عراق و همچنان پارلمان عراق اینها کنارگیری گیری کنند تا افراد و چهره های تازه ای فکر میکنین این بار این اعتراضات به کجا خواهد رسید بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بر کارمندان تکنیکی شما همچنان بیندای خوب تلویزیون شما خوب این تظاهرات از گذشته های دور ادامه داشت اما با کشه شدن قاسم سلیمانی تا حدود فروکش کرده بود که دوباره آغاز شد و خواست مترزین هم که شما گفتین برکناری حکومت و آمدن چهره های جدید در حکومت و همچنان پارلمان تصور میشه که این اعتراضات ریشه های بیرونی و منطقی داره گرچه عوامل داخلی هم در وجود داره در صورت که ریشه های بیرونی از او به توافق برسه احتمال از این که این تظاهرات با یک بار دیگر خاموش و زیاد هست اما اگر ریشه های بیرونی از او و تضادهای های که در منطقه از میانه وجود داره حل نشه ما فکر میکنیم ادامه خواهد داشت و امکان داره که حکومت فیلی هم جایش به حکومت جدید بده. بله تاکید میکنه با این که پیامشان البته بر دولت این است که ما میخوایم با دولت بگیم به دولت بگویم به اینکه که به طبیق انداختن اصلاح ساختاری باید از این بخش خودداری بکنن اینا مردم میگن که مردم میدونن که در حال حاضر چیکار انجام دارن اما چرا حکومت عراق نمیره در پی اصلاحات ساختاری که خواستانده مترزین است خب هر دولت از دو بخش تشکیل شده یک بخش ساختار است و بخش دوم کارگزار در کشورهای جهان سوی متاسفانه ساختارها همه مشکل دارند و با تغییرات سیاسی که در جوامع رخ می‌ده، اکثرا این تغییرات در بخش کارگزاران هست، نه در بخش ساختار. حالا اگر شما بررسی بکنید ساختار دولت عراق زمان صدام حسین تا بال تغییر چندانی نکرده فقط کارگزاران جدید آمده تا زمانی که این ساختار تغییر نکنه من فکر کنم که مشکلات جهانی سیم به خصوص در خاورمیانه و به صورت ویژه در عراق حل نخواهد شد حکومت آینده هم که بیاید جادو یا معجزه کرده نمیتونه که بیکاری مردم عراق را از بین ببره یا هم فساد موجود را ریشکان وکونه ممکن است نویت فساد او چهری فسادګر تغییر شي اما فساد باقی هوت مون قسمه کې در سایر کشورها با تعویز او تغییر حکومت از جمله کشور خود مو هیڅ نووتغییر نامز جزي کې فساد په شه تغیر شوده و فساد پیشی جدید جایگزین فساد پیشی قبلی شد. بله اما برخورد حکومت عراق با این معترضین شما چگونه ارزیابی میکنین؟ بارهای ناب با واکنش تند نیروهای امنیتی عراق رو بروش که بر خشم و معترضین افزوده. خب تصور عمومی این است که گویا حکومت فیلی عراق متمایل است به ایران و این معترضین اکثرا حمایت میشه از کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و تصور وجود داره که این متریزین اگر جلوش خشونت و سرکوب گرفتنش ممکن هست حکومت را سرنگون بسازه و یک حکومت طرفدار و یا حداقل تحت سلطه عربستان سعودی و یا هم کشور عربی شکل بگیره که همین مسئله باعث را تا از خشونت بیشتر کار گرفته شد و این خشونت بیشتر نه تنها کارگر نبوده بلکه روز به روز بر دامنه این اعتراضات و همچنان خشونتگرایی در این تظاهرات افزوده است اگر حکومت عراق واقعا به این اراده باشه که اینا برن در پی اصلاح ساختاری نظام در عراق باید از کجا کار آغاز شود در حال حاضر که حتی این احزاب نتانستن که جاگزین را به جای آقای عبدالمهدی اینا مشخص بسازن جاگزین که البته بر بنیاد خواسته های محترسین باشه خب اول باید بایدی که از کجا این ساختار خراب شد بعد از این که در 2003 حکومت صدام حسین سرنگون شد متاسفانه متاسفانه آمریکا مثل افغانستان روند ملت سازی را در عراق آغاز نکرد قسمی که در افغانستان آغاز نکرد شما میدانید که در عراق شیعیان در اکثریت هستند و در زمان صدام حسین در حاشیه بودند ایالات ای 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 متحده امریکا به جای اینکه یک حکومت وفاق ملی و یا وحدت ملی شکل بده که او تمامی گروه های قومی تمامی جریان های مذهبی شریک باشن متاسفانه قسمت اعظم قدرت و کردن به یک جبهه به و در راس از, از یک افراد آمدن بسیار اقدامن که به تصفیه جریان اهل سنت هم از ارتش و هم از لایه های دیگر قدرت دست زدن که در زمان نوری المالکی این تصفیه به اوج خود رسید و این مسئله کمک کرد به و گسترش گروه داعش متاسفانه باید بگوییم که در بعد از حوادثی که در سوریه رخ داد بعضی از گروه های ملیشه در عراق شکل گرفت که هدف اصلیشان مبارزه با داعش بود اما در پهلوی از که مبارزه با داعش میکرد جریان های غیر شیعی عمدتا سنی را بسیار زیاد اذیت میکردند گزارش های در این مورد وجود داره که ایست بازرسی این نیروها باعث آزار و اذیت مردم میشد که ای بیشتر به تنفر مردم انجام میده است تا زمانی که تمامی گروه های قومی که در عراق موجود است و تمامی جریان های مذهبی که در عراق موجود است قدرت بر شکل منصفانه و عادلانه تقسیم نشه و هر قام به اساس شوای وجودیشان خود را در حکومت نبینه متاسفانه این روان ادامه خواهد داشت و ممکن هست در آینده های نه چندان دور بحث تجزیه مطرح شود که در پهلوی کردها این بار عرب ها و سنی ها هم این صدا را بلند بکنه که این به نفع تمامیت ارضی و به نام عراق نیست که فعلا وجود داره بله یعنی اوزا در حال حاضر در عراق میره به طرف بدتر شدن نه تنها این اعتراضات یک چالش عمده بر حکومت عراق است اسای دیگر خروج نیروهای آمریکایی هم از عراق یک چالش دیگه میتونه که بر حکومت عراق باشه چون آقای ترامپ تهدید کردن که در صورت که عراق نیروهای آمریکایی را از کشورش اخراج کنه اینو شدیدترین تحریم ها را به این کشور وضع کرد خب تصور میشه که آمریکایی ها از عراق نمیبرن اگر میبرامدن تا به حال میبرامدن چون بعد از این که سلیمانی کشته شد پارلمان عراق که اکثریت جدد شیعیان هستن، و فیصله کردند که آمریکایی ها باید از این کشور برای ما پنتاگون با صراحت گفتن که ما برنامه خروج را نداریم در صورتی که آمریکایی ها مجبور شوند که قهرن توسط عراقی ها از این کشور اخراج شوند که ما فکر می بعید است احتمال برگشت تحریم ها وجود دارد که در او صورت وظیفیلی هم بدتر خواهد شد فراموش نکنیم که عراق یکی از کشورهای مهم در بخش نفت از و یکی از کشورهای است که در صورت که درست مدیریت شود میتونه به شکوفایی اقتصادی برسه اما متاسفانه ساختار مریض داخلی و همچنان دستهای کشورهای منطقه و همچنان فرامنطقه باعث شده تا یک کشور نهایت ثروتمند به این بدبختی و فلاکت بفته بله و اما فکر میکنن به این که پیش از هم حکومت عراق آنچنان گفته بود پس از تصمیم را که پارلمان عراق گرفت بر خروج نیروهای آمریکا از این کشور گفتن که نه در حال جستجو راههای قانونی بر خروج این نیروها از عراق هستند خب آنچه چی مهم است در نظام بین الملل قانونیت و قانون مداری وجود نداره نظام بین یک نظام قانون مدار نیست بلکه یک نظام سلطه هست هر کشور و هر قدرتی که قدرت اقتصادی نظامی داشته باشه او میتونه حرف اول و آخر را بزنه و در این صورت اگر مقایسه بین عراق و آمریکا باشه متاسفانه صدای عراق نه در سطح داخلی نه منطقه و نه در مجامع بین المللی شنیده خواهد شد برای جستجوی راه های قانونی برای خروج آمریکایی ها از عراق بله و اما یک چالش هم دست بر حکومت عراق که بتونن تصمیم روی از این بگیرن اینا در کنارش باید رسیدگی هم بکنن به خواسته های معترضین که با گذشت هر روز شدیدتر میشه فراموش نکنیم که یک بخش از دولت عراق خواهان خروج آمریکایی ها هستند سنی های عراق در روز رایگیری هم حضور نداشتن کردها هم مخالف بیرون شدن آمریکایی ها هستند و این اعتراضات هم به گونی فشار هست روی حکومت عراق تا از این خواسته خود عقب نشینی بکنه وقتی میگم حکومت عراق جنای شیعی حکومت را هدف ما است تا زمانی که یک وحدت نظر در بین جریان ها و اقوام شامل در عراق در حکومت عراق وجود نشه احتمال خروج آمریکایی ها نیست چون عملا دو کتلی قومی یعنی هم عرب های سنی و هم کرد ها مخالف خروج امریکایی هستند و بیشتری را یک سناریو ایران میداند تا اینکه خواست مردم و دولت عراق اما این کشمکش ها میتونه چقدر تاثیرات شه بر روی مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه و بخش های دیگر داشته باشه چون در حال حاضر 5200 نیروی امریکایی حضور دارد مشمول نیروهای اسلاف که بر ضد داعش میجنگند خب فلسفه وجودی گروه های شبه نظامی است که زمانی که دولت قدرتمند باشه این حکومت این گروه ها در حاشیه هست هر قدر که حکومت در درمانده و فرومانده باشه و اختلافات داخلیشان بیشتر باشه برای این گروه ها زمینه جولان در ای کشورها برابر میشه اگر دولت عراق از نظر سیاسی به میشه و از نظر اقتصادی وضعش بدتر میشه احتمال قدرتگیری دوباره داعش وجود داره سوی دیگر یکی از جریان های مهمه که در مقابل داعش میجنگید سپاه سپای قدس سپای پاسداران ایران که رهبریش سلیمانی داشت حالا که او هم نیسته این هم یک مانع بود در مقابل داعش که حالا برداشته شده بنابراین بر داعش و سایر شبه نظامی در عراق و تمامی که کشور که دچار آشوب است یک فرصت است که بتوان از یک طرف از بیثباتی حکومت فایده بر از طرف دیگر اون نیروهای مردمی که ناراض از حکومت مثلا کسی که در تظاهرات امروز برادرش کشته شده برادرش حتما برای انتقام را را جستجو میکنه و بهترین راه برای عزیز که بپیونده با به داعش طرف گروه های داعش البته از حضور گروه داعش و فعالیت های زینو که یک بار دیگر اوج گرفته نگرانی های پیش از هم وجود داشته اینا در حال حاضر در بخش های کوهستانی عراق جابجا هستند که حتی در اونجا عملیات نیروهای عراقی ممکن نیست که اینا داشته بر ضد این گروه خب دایش از سلف خود آموخت از القاعده و تجربه تلخ ایجاد حکومت را چشید عناصر و فرماندهان ارشد دایش به این عقیده هستند که در کشورهایی که اونجا یک نظام موجود باشه و همچنان کشورهای غربی در از او حکومت حمایت بکنه ایجاد حکومت یک کار اشتباه است و دوباره برمیگرده به استراتژی القاعده که در حقیقت عملیات های گریز و در و پنهان شدن هست داعش با تغییر تکتیک خود و برگشت به استراتژی القاعده ما فکر میکنیم خطرناک تر از به دولت عراق نسبت به داعش 2014 چرا چون در 2014 شما سنگر مشخص داعش را داشتین شهرهای مشخص در اختیارشان بود و به همین دلیل بود که بسیار زود نابود شدن اما فعلا که است در داعش در همه جا هست اما در هیچ جا نیست بله دقیقا آقا آراش به عنوان آخر میخوام شما بپرسم که اگر این اعتراضات برش ساده دیده شود از طرف حکومت عراق چقدر میتونه نگران کننده باشه در آینده های نزدیک که حکومت بیشتر به طرف بی ساختن و همچنان زیربناهای اقتصادی عراق به طور کامل از پین ببره این اعتراضات دو بخش داره یک بخش داخلی داره یک بخش منطقی داره بخش داخلی تا زمانی که دولت نتونه خواست های را برآورده بسازه کماکان ادامه خواهد داشت اما بحث حلی. اصلیش بحث منطقی تا زمانی که قدرت های منطقی خصوصا ایران و عربستان در مورد عراق به توافق نرسه احتمال که کشمکش ها در عراق ادامه پیدا کنه بسیار زیاد است تشکر سپاس از این که حضور خیلی